سلام علیکم، سپهری هستم. امروز 12 آذر حدود ساعت 3 بعد از ظهر شخصی با شماره تلفن 0990 98 33 506 با من تماس گرفتن، گفتن از دادسرا هستن و برای من احضاریه دارن. کجا میتونم من ببینم؟ گفتم آقا من فردا هنرستان نواب اصفهانی میدان عسکری هستم. گفتم آقا فردا میایم حضور شما تحلیل. یک رو بعد از قطع تماس آیفون خونه زنگ زد. اومدم دیدم آقا یک آدم غریبه ای هست. یه مدتی معطلش کردم، نه اول کن قضیه نیست، نمیخواد بره. مشکوک شدم، اومدم پایین، تو ماشینم سوار شدم، در ماشین رو قفل کردم، ماشین روشن کردم و در رو دادم بالا. اومدم بیرون دیدم یه پژوی به شماره 48 به 442 4 تا سرنشین اونجا منتظر من هستن. تا دیدن که من آمدم بیرون، سریع اومدن جلو ماشین که خواستم ما رو به حساب بکشن پایین، که دیدن در ماشین قفله و منم بهشون توجه نکردم و راهو گرفتم اومدم. ولی در کل یک جو رعب و وحشتی رو برای خانواده‌ام ایجاد کردم متاسفانه. خب برای من واقعا سواله، این عزیزانی که جا و مکان و همه چیز ما براشون مشخصه، این کارهایی که موجب رعب و وحشت بشه رو بر اساس چه قانونی دارن انجام میدن؟ خب اگه احضاری هم میخوان بدن یک نفر بس دیگه، چهار نفری میان میخوان آقا چی کار بکنن؟ میخوان منو کتک بزنن؟ میخوان بروباین؟ میخوان چی کار بکنن؟ این یعنی چی؟ شما اگر چنین زور پرزور دارید، آقا این همه مردم مشکل دارن، مثلا تو خوزستان یک ماه که دارن اعتراض میکنن، تحصان میکنن، خب برید به داد اونا برسید. این کارا بیشتر نشانه ضعفتونه. شما که سال 86 وقتی آقای اوسانو رو گرفتن، راننده های اتوبوسی که فقط چراغ ماشین رو روشن کرده بودن و باشون برخورد میکردید، حالا میبینید تو خوزستان مردم آمدن جلو دفتر امام جمعه دارن میگن دشمن ما همینجاست. این کارا بیشتر نشانه ضعفه. این کارا رو نکنید. اگه من اتهامی دارم، خب جا و مکان همه چیز من مشخص، چرا مزاحم خانواده هم میشی؟ این به دور از شأن انسانه، نمیگم اصلاح، به دور از شأن انسانه. این کارا نکنید. خداحافظ.